خونه زندگی مسی در پاریس و خونه زندگی رونالدو در منچستر چه شکلیه؟ سلام بچه ها، چطور این؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمد رضا هستم. تو این ویدیو اومدم خونه زندگی مسی بعد از اینکه رفته به پاریس و خونه زندگی رونالدو بعد از اینکه برگشته به منچستر رو بهتون نشون بدم. اول از مسی شروع کنیم. در تمام این سالها چون لیونل مسی توی یه باشگاه بود و جابجایی خاصی هم انجام نداده بود، انتقالش به پاریس براش سخت بود. برای همین باشگاه پی اس جی برای جابجایی راحت‌تر مسی بهش پیشنهاد داد که تا زمانی که یه خونه مناسب برای خودش پیدا کنه، توی یه هتل خیلی خوب ساکن بشه و کم کم وسایل مورد نیاز خودشون رو بخرن. همینطور دنبال خونه دلخواه خودشون بگردن و تا زمانی که توی این هتل اقامت دارن، باشگاه تمام هزینه‌های هتل رو براشون پرداخت می‌کنه. که در نهایت بعد از گذشته چند وقت، مسی محله معروف و لاکچری نوعی سورسین رو در پاریس برای خرید خونه انتخاب کرد. این محله یکی از مناطق خیلی گرون قیمت پاریسه و خیلی از آدم‌های معروف هم توی همین محله زندگی می‌کنن، از جمله هم‌تیمی‌های خودش مثل دیماریا و پاردس، دو بازیکن آرژانتینی که هموطن‌های مسی هم هستن و احتمالاً این دو نفر تأثیر زیادی روی مسی گذاشتن که این محله رو برای اقامتش انتخاب کنه. و در واقع این سه تا بازیکن الان با هم همسایه هم هستن. به گزارش مجله اینساید فوتبال، از خونه مسی تا باشگاهش به طور تقریبی 15 دقیقه راهه. قیمت تقریبی خونه هم بین 20 تا 25 میلیون یورو تخمین زده شده. خونه مسی به دروازه پیروزی و برج ایفل هم تقریبا نزدیکه. و جالبه بدونید قبلا تو همین محله، زمانی که ابراهیموویچ و تییاگو سیلوا هم در پاریس بودن، تو همین محله زندگی میکردن. اما برسیم به زندگی رویایی ستاره منچستر، یعنی کریستیانو رونالدو. اول از ماشینش بهتون بگم. همونطور که میدونید اون عاشق ماشینه و همیشه خاص‌ترین ماشینای دنیا رو داشته. اما طبق ویدیوهایی که مردم ازش گرفتن و تا الان دیده شده، اون یه بار با ماشین بنتلی دیده شده و یه بار هم با لامبورگینی که تقریبا 240 هزار دلار قیمتشه. اما میشه حد زد که ماشینای بیشتری داره، چون قطعاً رونالدو به دو مدل ماشین راضی نمیشه. این ویدئویی که الان میبینید ماشینای کریستیانو رونالدو در زمانی که عضو باشگاه رئال مادرید بود. اما در مورد خونش، اون توی یه عمارت فوق لاکچری با 7 اتاق خواب داره زندگی میکنه که تمام امکانات لازم رو داره، از استخر و جکوزی گرفته تا یک سالن بزرگ سینمایی و سالن ورزشی کاملا مجهز. اما شاید بشه گفت تنها نکته منفی که این عمارت داره، کمبود جا در پارکینگ که فقط 2 ماشین توی اون جا میشه و این برای رونالدو خیلی دست و پاگیره و به همین دلیل موقتا باید قید کلی خود روی لوکس خودش رو بزنه و شاید دلیلی که تا الان فقط با 2 مدل ماشین دیده شده همینه. و به گفته مجله اینساید فوتبال، رونالدو در این عمارت 6 نگهبان داره. تو کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید که خونه زندگی رونالدو خفن تر بود یا مسی. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودید. اگر دوست داشتین و براتون سخت نبود، با سابسکرایب کردن کانال از من حمایت کنید. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. خداحافظ.